thank <small> you بر روی این جان یاد آور از آن روزگاری سود از برد تیغت هر کرم در سایه از فشانیم از دشمنان جان می ستانیم ما ملک کیانی. همیشه

درود به همه شما دوستان خوب و مهربون امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید فردا متقی هستم از اخبار خاموش که در خدمت شما هستم یه سری خبرهای داغ دست اول آوردم که جیگر همتون رو حال بیاره اتفاقات خوب داره پشت هم میفته اگر تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید لطف کنید سابسکرایب کنید که از الان به بعد خیلی هیجان انگیز میشه داستان و اینکه اگر در هر زمان که ویدیو رو میبینید لایک بزنید کمک میکنید که به فارسی بیشتری در این سکوت مرگبار استریم مدیا اخبار درست ترجمه شده برسه اما بریم سراغ اخبار که میخوایم با همدیگه یه خورده اتفاقات خیلی خیلی مهم رو با همدیگه مرور کنیم اما داستان چیه داستان سر اتفاقی که حتما زمزمه شنیدین هیتار... هیلاری کلینتون داستانش لو رفته خیلی بدم لو رفته بازرس ویژه جان دورهام شواهدی رو کش کرده که نشون میده تیم هیلاری کلینتون برای نفوذ به برج ترامپ و سرورهای کاخ سفید برای پاپوش درست کردن اینکه میخواستن پاپوش درست کنن بگن ترامپ با روسیه همدست و غیره به یه سری از مهندسه کامپیوتر پول داده بوده بابت این در سال 2019 رسانه مختلف گزارش دادند مروری بر داده های مربوط به اتهامات موجود در پرونده جعلی در مورد ارتباط ترامپ و بانک روسیه نشون داد که منابع مورد استفاده به احتمال زیاد همون منبعیه که FBI برای دریافت حکم FISA برای تحقیق از اون استفاده کرده ارتباط ترامپ و آلفا بانک این کابوس رو برای پرزیدنت ترامپ در 2016 در جوان 2016 شروع کرد پس از انتشار اخباری مبنی بر هک شدن کمیته ملی دموکرات ها گروهی از مهندسان برجسته کامپیوتر به حالت آماده باش در آمدن. این گروه به رهبری یکی از حامیان هیداری شروع شده و به جستجو در اطراف کامپیوترهای برج ترامپ یا ترامپ تاور تاکید زیاد میکرد تا آیا این سرورها هم هک شدن یا خیر این گروه توسط دا استاد دانشگاه ایندیانا و حامی سرسخت هیلاری کلینتون جن کمپ رهبری میشد شد پروفسور کمپ از طرفتاران سرسخت هیلاری بود یک مهندس خوب با دانش معتبر کامپیوتر که در مورد ارتباط احتمالی بین پرزیدنت ترامپ و یک بانک روسی نگرانی های مطرح میکرد یک حامی کلینتونی که در زمانی که او و همکاران نشنیت مطرح کردند همزمان کمک های مالی زیادی هم به نه با حجم بالا ولی با تعداد زیاد هم به کمپین کلیتون انجام داده بود مهندس های فناوری کشف کردن که سرورهای برج ترامپ با همان درخواست های جستجوی نامعتبر که از کلمات ترامپ و آلفا با هم استفاده میکنه بمبارون میشن که به طور خودکار توسط سرور در اون لاگ سرور قرار میگیره بر اساس گزارش نیویورک تایمز گزارش های کامپیوتری نشون میده که دو سرور در آلفا بانک بیش از 2700 پیام جستجو رو به سرورهای ترامپ ارسال کردن تقریبا در همان زمان اف بی شکایتی از متخصصان فناوری در مورد ارتباط احتمالی ترامپ و آلفا بانک دریافت کرد که باعث شد اف بی در مورد ترامپ و آلفا بانک تحقیق کنه چه تحقیقی هزار و خورده نفر آدم احضار کردند نزدیک بر 500 هزار دلار هزینه تحقیقات شد کلی مدارک و اسناد و هزاری گرفتن اووردن آدم های مختلف و بردن بازجویی یه پروسه که دو سال طول کشید بعد گفتن ما هیچی پیدا نکردیم به گزارش نیویورک تایمز در جلسات محرمانه در آگوست و سپتامبر 2016 مقامات اطلاعاتی رهبران کنگره رو در مورد امکان روابط مالی بین روس‌ها و افراد مرتبط با ترامپ مطلع کردند. آنها توجه ویژه‌ای رو به آنچه کارشناسان سایبری میگویند به نظر میرسه یک کانال مرموز رایانه‌ای بین سازمان ترامپ و آلفا بانک که میدونی همش توهم بود دیگه میگفتن آقا یه ارتباط اطلاعاتی کانال ارتباطی یا یک انگار یه وی پی هست که این دوتا رو هم متصل کرده این آلفا بانک هم حالا برای چی دست کشته بودن روش بخاطر اینکه صاحبان این بانکه یک رابطه دیرینه با پوتین داشتن تقریبا همزمان با آغاز تحقیقات اف بی آی کریستوفر استیل شروع کرد به طرح این ادعا که ترامپ با آلفا بانک ارتباط داره در اواسط سپتامبر استیل های خود را برای اف بی آی و رسانه ها ارسال کرد و حداقل یکی از آنها شامل ارتباط ترامپ و آلفا بانک بود اما حالا میدونیم که قضیه چی بود و این داستان ساختگی رو برای چه مجله اسلیت میفرستادن جان دورهم بازرس ویژه در 11 فوریه درخواستی رو با تمرکز بر تضاد منافع احتمالی مربوط به نمایندگی مایکل ساسمن وکیل سابق انتخاباتی کلینتون که به ارائه اظهارات نادرست به یک مأمور فدرال هم متهم شده ارائه کرد ار ساسمن خود رو بیگناه معرفی کرد گفت من تقصیری ندارم ولی حالا برقرار شد بزنش کنار که فخا علی ساسمن میگه در سپتامبر 2016 کمتر از دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2016 به مشاور کل وقت اف آی یعنی جیمز بیکر گفته بوده که وقتی درخواست کرد و جلسه رو برگزار کرد کاری رو برای کلاینتش انجام نمیده یعنی اینکه ما پول میگیریم ولی حرکت نمیزنیم اما پرونده درام در 11 فوریه در بخشی به عنوان پیشینه واقعی نشون میده که ساسمن این اتهامات را از طرف حداقل دو مشتری خاص از جمله یک مدیر فناوری اطلاعات جمع کرده و به اف منتقل کرده شرکت اینترنتی که در ایالات متحده مستقر و برای کمپین کلینگتون کار میکرده اما جالبه بدونید که خود این جماعت به نوعی ازشون سوء استفاده شده یعنی در پرونده دوران اومده که در جوان سال 2016 مدیر اجرایی فناوری با ساسمن یک شرکت تحقیقاتی آمریکایی که توسط یک شرکت حقوقی به نمایندگی از کمپین کلینگتون نگهداری میشد با چندین محقق سایبری و کارمند در چندین شرکت اینترنتی کار کرده تا اطلاعات و اسناد رو جمع‌آوری شما بخونید که چجوری جل کنند در این پرونده اومده که در با این تلاش ها اول از همه که این شرکت تک اگزیکیوتیو از دسترسی که به داده های اینترنتی عمومی و یا اختصاصی داشته سوء استفاده کرده سعی کرده اطلاعات افراد رو بکشه بیرون که برای استفاده کنه و در مورد دیگه اینکه از یک دانشگاه نه مستقر در آمریکا اما بیس دانشگاه در آمریکا بوده از شاخه های خارج از کشورش از یک کدومش که یک قراردادی ته یک قراردادی با داره فدرال آمریکا مسئول امنیت سایبری بوده از اون تونستن سوء استفاده کنن بکشن تو تیم که بیاد برای اینا کار کنه و بتونن مدارک علیه ترامپ یه جورایی جاساز کنن رو سرورش اما بروک سیگمان خبرنگار فاکس نیوز در توییتر نوشته که مشاور ویژه جان دورهان میگه وکلای کمپین کلینگتون به یک شرکت فناوری پول پرداخت کردن تا به سرورهای متعلق به ترامپ تاور و سپس کاخ سفید نفوذ کنند تا داستانی رو برای ارجا با آژانس های دولتی مرتبط با ترامپ و روسیه ایجاد کنن در حقیقت یه داستانی رو بسازن بذارن اونجا و بعد سوژه داشته باشن بدن به رسانه ها یا به نوعی بتونن ترامپ رو کلش کنن با کشفیاتی که دورهام انجام داده ماریا بارتی رومو در فاکس و فرنز ویکند ترکوند ماریا گفت که این به عنوان یکی از بزرگترین رسوایی سیاسی در تاریخ ایالات متحده ثبت خواهد شد که اینو در آخر ویدیو با هم دیگه حتما میبینیم چون صحبتش خیلی قشنگه میگه که بله به شما میگم امیدوارم ترامپ از همه اونها برای همه چیز شکایت کنه چرا چرا چون که اونها به اعتبار رو در طول چهار سال ریاست جمهوریش آسیب زدن اونقدر که مدام ترامپ در حال دفاع از خود بود مدام توضیح میداد که تبانی در کار نبوده مدام باید به همه توضیح میداد اونها هم همیشه سوزنشون گیر کرده اون آقا ترامپ روسیه ترامپ روسیه و نه تنها باید میگفت بیگناه هم بلکه توضیح میداد که چرا دارن از اون جاسوسی میکنن این مطلبی ای که آمریکا رو بسیار خشمگین میکنه بزرگترین رسوایی که تا به حال دیدیم اکنون با اطمینان میدونیم که اونها در انتخابات 2016 تلاش کردن که تقلب کنن اونا سعی کردن در انتخابات 2020 هم در پوشش ویروس چینی تقلب کنن که متاسفانه میدونید که موفق هم شدند اما تحقیقات دورهام شتاب خیلی زیادی گرفت تا اینکه یکی دو روز این داستان اومده بیرون جالب بدونید که افراد بیشتری اومدن اعلام کردن که آقا ما میایم شهادت میدیم تعداد آدمایی که قرار بر علیه هیلاری کلینتون شهادت بدن خیلی بیشتر داره میشه خیلی به حال داستان یک منبع آگاه به فاکس نیوز گفته که تحقیقات بازرس ویژه جان دورهام شتاب گرفت و افراد بیشتری نسبت به آنچه قبلا گزارش شده بوده آماده همکاری هم و قرار بیان در برابر فدرال شهادت بدن این منبع به فاکس نیوز گفت که دورهام تحقیقات خودش رو بسیار حرفه‌ای انجام داده و برخلاف تحقیقات بازپرس بازپورس ویژه رابرت مولر فعالیت و اطلاعات شاهدان و وضعیت همکاری او به ندرت و حتی شاید بعد از داستانی که اصلا پرونده جمع بشه قراره که فاش بشه و رسانه‌ای بشه این منبع گفت دورهام این کارو درست انجام میده اونو مخفی نگه میداره تازه ترین دیداری که دور هم با شاهدان هیئت منصفه داشته در پرونده یک دادگاه فدرال در ماه گذشته بوده که در آن موقع توسط دفتر باسپورس ویژه در اختیار وکلای مدافع یعنی مایکل ساسمن وکیل سابق مبارزات انتخاباتی کلینتون قرار گرفته بوده ارائه شده مایکل ساسمن اگر که واقعا ما وکیل مدافع شیطان داشته باشیم روی کره زمین اگر حالا شیطانی وجود داشته باشه وکیل مدافع داشته باشه قطعا آلپاچینو نیست مایکل ساسمنه اصلا یه عجوبه باز خودش دورهام تعدادی از افراد لیست کرده از جمله مشاور سابق اف بی آی که میتونه اشارهی به جیمز بیکر باشه که از ژانویه 2014 تا می 2018 به عنوان مشاور کل FBI خدمت میکرده فاکسینیز در اکتبر گزارش داد که دورهام قصد داره با بیکر برای شهادت در پرونده علیه ساسمن تماس بگیره. حساب کنید تمام این آدمای گنده الان خودشون دارن میان در جایگاه قرار میگیرند حالا بعضیشون داوطلب بعضیشون نه با فشار دارن یعنی میان علیه هیلاری کلینتون شهادت بدن چه شوبت شیرینی پخش میکنیم اون روز اگه اتفاق بیفته روشه من قول میدم که حرکت خیلی خوب تو برنامه بزنم درها همچنین شهادت یاد منصفه رو از دستیار مدیر سابق ضد جاسوسی اف ارائه کرده مشخص نیست که دور به کدام مقام رسمی اشاره میکنه اما میتونه اشاره به بیل پریستاپ باشه که از سال 2015 تا 2018 به عنوان دستیار رئیس FBI در امور ضد جاسوسی فعالیت میکرد فقط این شبکه کثیف تا کجاها رفته دورهام در پرونده همچنین شهادت هایی رو از وکیلی که قبلا در شرکت حقوقی استخدام شده بود که در کیفرخواست به عنوان وکیل کمپین نامیده میشود فهرست میکنه مشخص نیست دورهام به چه کسی اشاره میکنه چقدر یارو داره سیکرت میره جلو که اسم هیچ شخص و شرکتی رو نمیگه شخصی که در یه شرکتی که در یه جایی وکالت اینا رو انجام میداده مثلا اونو احضار کرده با این حال لایک پرونده جداگانه دورهام در 11 فوریه گفتش که وکیل ویژه به عنوان مشاور عمومی کمپین کلینگتون خدمت میکرده سه منبع به فاکس نیوز گفتن که این فرد مارک الیاسه که به عنوان مشاور عمومی کمپین ریاست جمهوری 2016 هیلاری کلینتون خدمت کرده و در شرکت حقوقی پرکینگز کوی کار میکرده اینم واقعا جزون بذارید من دهنمو بسته نگر دارم ولی قبل ازش خبر خوندیم قبل ازش خبر خوندیم زمانی که تقلبات انتخاباتی اومده بود بیرون وکیلای هیلاری و ببخشید اینجوری میگم ولی مثل سگای هارول میکردن سمت اینا که میخواستن آدیت انجام بدن بازرسی انجام بدن خیلی شرایط سخت بود اصلا یادم نمیره نفس چجوری بند اومده بود اما جان رات کلیف رئیس سابق بخش دی رئیس جمهور ترامپ 14 فوریه با فاکس نیوز مصاحبه کرد و چند خبر داغ در مورد تحقیقات جان دورهام در مورد جاسوسی از کاخ سفید ترامپ رو کرد جان رات کلیف خیلی ازش توقعات منطقی میرفت ولی اونم مثل پنس خنجر زد قرار بودش که تمام اسنادی که سیدنی پاول جمع کرده بود و همه چی مشخص بو بود نخست وزیر ایتالیا بیانیه داد اسخایی کردش که تو کشورش این افتضاح به بار اومده و از سفارت آمریکا در روم استفاده کردن تا سرورهای دومینیون رو هک کنن با همکاری FBI بی آی سی ویدیو اومد بیرون راد کلیف قرار بود همه اینا رو ببره بده کنگره البته این نبرد بده اونها هم اگه می‌بردن نمی‌خوندن یعنی اصلا شرایطی شرایطی بود که انقدر همه می دونستن همه چیز دست اون که ترامپیسترین ترین افرادمون اون زمان تقریبا گمگور شده بودن این هفته منابع فاکس نیوز گفتن که جان رات کلیف مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا در چندین نوبت با دورها ملاقات کرده به او گفت که شواهدی در اطلاعات وجود داره که از کیفرخواست چند نفر در تحقیقاتش در مورد منشأ ترامپ حمایت میکنه ترامپ 12 فوریه به این پرونده واکن... واکنش نشون داد و گفت پرونده دورهام شواهد غیرقابل قابل انکاری ارائه میده که ستاد انتخاباتی و ریاست جمهوری من توسط عوامل مرتبط با کمپین هیلاری کلینتون در تلاش برای ایجاد ارتباط جاسوسی کاملا ساختگی با روسیه بسیج شده بودند ترامپ گفت این رسوایی بسیار گسترده و بزرگتر از واترگیت و کسانی که در این عملیات جاسوسی دخیل بودن و, و از اون اطلاع داشتن باید تحت تقریب کیفری قرار بگیرن در گذشته در کشور ما مجازات این جنایت ها اعدام بود و ما ترامپ همچنین در انتقاد از رسانه گفت نشون میده که رسانه چقدر فاسد و بیشرم هستن تصور کنید که نقش عوض بشه و جمهوری خواهند به ویژه دونالد ترامپ به طور غیرقانونی در حال جاسوسی در دفتر رئیس جمهور دستگیر بشه دموکرات ها صندلی برقی را از امبار میکشن بیرون رو دوباره قانونش رو تصدیق میکنن که باید استفاده بشه که بتونن ترامپ رو ادام کنن خبر خوب اینه که همه نه تنها در مورد این جنایت علیه ملت هم صحبت میکنن بلکه مطبوعات حتی از ذکر جنایتی به این بزرگی که اتفاق افتاده دارن خودداری میکنن رد کلیف گفته که او چندین مورد در مصاحبه در فاکس نیوز با جان دورهام ملاقات کرده و به بینندگان یادآوری کرد که در سپتامبر 2020 یادداشتهایی که با دستخط جان برنان رو منتشر کرده بود اون موقع نشون میداد که کمپین هیلاری برنامه برای ساختن یک رسوایی جعلی تبانی بین روسیه و دونالد ترامپ داره رد تاکید کرد که مشاوران وکلا و همچنین کسانی که در کمپین هیلاری حضور داشتن همگی در این امر دخیل بودند گفته این درخواست اشاره به یک توطعه داره یعنی دو یا چند نفر برای پیشبرد یک جنایت و تمام کسانی که از این طرح مبارزاتی که قرار بود به دروغ به افیا یا سیایه یا مقامات مجری قانون اطلاعات غلط بده و بخواد برای رئیس جمهور پاپوش درست کنه همشون باید مشمول جنا... مجازات جنایی بشن پیگرد قانونی برای این جنایت ها باید وجود داشته باشه جرایمی که شامل کلاهبرداری ها یا اون تقلب های میشه که از طریق رعی پستی انجام دادن اون جرایمی که دروغ گفتن ها زیر سوگند رو در بر میگیره کسایی که در کنگره اومدن به دروغ شهادت دادن کسانی که به دادستان به دروغ شهادت دادن همه اونا چیزایی که میتونه به طور گسترده و عمیق بره جلو تا مغز و سخونشون فرو بره از اون و بزنه بیرون فکر میکنم این کار بر اساس اتفاقاتی که دیدم کاملا ممکنه و با هوشی که در جان دورهام دیدم و باش صحبت کردم فکر میکنم که این کار قطعا انجام میده گفته صادقانه بگم من فکر می کنم که چند اعلام و جرم دیگه وجود خواهد داشت من فکر میکنم این توطعه جنایتکارانه وجود داشت که گسترده و عمیق بود و بدیهیه که جاندورهان با دقت در حال حرکت و بر اساس اطلاعاتی که دیدم انتظار دارم و پیش بینی میکنم که تعداد کمی که فرخواست مربوط به این موضوع هست که الان اومده بیرون و باز هم بیرون خواهد اومد اما بریم سراغ کشپتل رئیس سابق دفتر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده دوشنبه شب به گری کلی پیوست و درباره افشاگری های منتشر شده در آخر هفته گذشته مبنی بر جاسوسی کمپین هیلاری و دموکرات‌ها از ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و سپس کاخ سفید صحبت کنه کشپتر با نماینده دوین کار میکرد و به بی اعتبار کردن تحقیقات درباره دونالد ترامپ و دخالت روسیه در انتخابات 2016 کمک کرد 14 فوریه کشپتل آخرین افشاگری های تحقیقات دورهام رو هم اعلام کرد کشپتل گفت که این داستان بزرگترین رسوایی سیاسی و جنایت در تاریخ ایالات متحده است جان دورهام با 24 نفر در هیئت منصفه مصاحبه کرده که شامل افسران پرونده سیا ماموران و مدیران اف بی آی رهبری در چرخه کمپین انتخاباتی کلینتونه و آنها وکیل اونو متهم کردند پس این تازه شروع ماجراس. مارکل ساسمن مارک الیاس و وکلای اصلی کمپین کلینگتون کسایی هستن که الان پاشون گیره اونها میلیون ها دلار برای تداوم تقلب در پرونده استیل دریافت کردن اکنون میدونی که میلیون دلار به اونها پرداخت میشده تا بیرون برند و اطلاعات نادرست و از یک مدیر فنی بخرند و بدترین اتفاقش هم اینجاست اونا با شخصی در دولت برای دسترسی به سرورهای کاخ سفید معامله کردن یعنی اوج افتضاح وحشتناکی که میتونست در کاخ سفید پیش بیاد دیگه از این بیشتر چی میتونه باشه که یه سری آدم برن بیرون با یکی دست کنن که بیان سرور کاخ سفید رو دسترسی پیدا کنن و بتونن اونجا پاپوش درست کنن این بدان معنی است که شخصی در دولت به اجازه داده و به شرکت اجرایی فناوری طی قراردادی پول میده تا اجازه بدن این کارش انجام بده ایم. تنها با استفاده از یک جامعه اطلاعاتی میتونست انجام بشه کاری یه نفر دو نفر نبوده یک شبکه میخواسته که آدم هم هماهنگ باشن و این برای من بزرگترین رسوایی جنایی که هنوز درباره آن صحبت نکرده تازه هنوز در موردش حرف نزده وقتی حرف بزنم این میان وسط درباره جان دورام هم گفته این مرد در حال افشای بزرگترین توطئه جنایتکارانه علیه رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده است آقا بزنید به تخت اسفند کنید دیپ استیت قرار یوهو همچین کله پا بشه من بعید میدونم که این همه سکوت تا این لحظه و تا این زمان بدون برنامه‌ریزی قبلی بوده باشه من فکر می‌کنم که اطلاعاتی که الان کشپتل داره میگه خیلی وقت پیشم میدونسته شاید سندش رو به این دقیقی نداشتن ولی الکی نیستش که دموکرات‌ها شروع کردن دونه دونه استفاده دادن یعنی چیزی به غیر از از دست دادن کرسی و غیر انتظارشون رو میکشه و دقیقا در زمانی که باید باشه یعنی در ضعیف ترین روزهای دموکرات که بایدن رسیده به چه سی و خورده در صد الان مقبولیتش همه دموکرات گذاشتن رفتن یه زمانی میاد که قدرت دموکرات ها امیدوارن البته اینجوری باشه که نتونه دوباره قضیه رو بایکوت کنه اما حالا حتی خود دموکرات هم پس از اینکه بازرس ویژه دورهان فاش کرد که تیم کلینتون سرورهای کاخ سفید ترامپ رو برای مرتبط کردن ترامپ با روسیه حک کرده خواستار تحقیق درباره هیلاری کلینتون هم. این هم خیلی خوبه گروهی از دموکرات ها برای این که هیلاری کلینتون باید توسط مشاور ویژه جان دورهام توسط مشاور ویژه جان به خاطر نقشش در این رسوایی در نظرسنجی انجام شده قبل از افشای این بمب خبری مبنی بر جاسوسی تیم وی از کمپین دونالد ترامپ بازجویی بشه بر اساس تحقیقات مؤسسه پالیسی اند پالیتیکس در یک نظرسنجی در ماه گذشته اعلام کرده 66 درصد از دموکرات ها خواهان زیر سوال بردن کلینتون بودند که 22 درصد بیشتر از تعداد اعضای حزب او که در اکتبر گذشته همین درخواست رو داشتند الان این درخواست یعنی اکتبر گذشته 44 درصد بودن دموکرات که میگفتن الان دموکرات که میگن 66 درصد از دموکرات ها دارن میگن یعنی آقا بعد این برید بازجوی کنید ببینید چه غلطی کرده تعداد جمهوری خواهانی که خواهان پاسخ هستن هم در حال افزایش و از 80 درصد در اکتبر گذشته به 91 درصد در جانوی افزایش پیدا کرده دمیان جمعیت مستقل کسانی که خواهان بررسی بودن از 65 درصد به 74 درصد افزایش پیدا کرده اما این اتفاقات اتفاقات بسیار بزرگی که داره میره جلو برای اینکه فقط حال و هوا دستتون بیاد و بدونید چجوریه من این فایلی که در موردش صحبت شدن در مورد فاکس نیوز بود اینو برای شما پلی میکنم من فکر کنم خالی از لطف نباشه اگر که در جریان کاملش قرار بگیرید و ببینید آقا داستان چی بوده که الان اینجوری شده من یه لحظه فقط فایل بیارم اینجا که بتونیم با همدیگه با خیال راحت بریم کجا گذاشتم اینو اگر که این اتفاق همینجوری بخواد بره جلو من فکر میکنم که اتفاقاتی در آمریکا رقم میخوره که همون چیزی که یه زمان لینوود میگفت میگو باید یه جوری رقم بخوره که دموکرات ها یک بار برای همیشه تعطیل بشن نه اینکه سر هر انتخابات دوباره بترسیم از سایه خودم که الان قرار دوباره بیان یه تقلب جدیدی از تو آستین در بیارن و دوباره همه نظم انتخابات و همه چیزو بخوان به هم بریزن فکر میکنم که الان دیگه به این لحظات ملکوتی میتونم بگم که نزدیک شدیم و انتظار میره که همین اتفاق دقیقا بیفته اما بریم سراغ فیلم که دیگه الان آماده است و بله امیدوارم که ببخشید یه سری از دوستان معدود بودن ولی گفته بودن که اینجوری خسته کننده است که همزمان دوبله میکنین ولی یکی بحث فرصت یکی اینکه میخوام زودتر خبر دستتون برسه بعد وقتی سه چهار نفر هستن واقعا خیلی خودم بازم 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 خیلی از موقع احساس خیلی مسخره است صدامو عوض میکنم هم این هم, همین که بعضی از اصطلاحات به خاطر اینکه خیلی یه چیزی اونا میگن بهش میگن ابریویشن یه چیزی رو به خ... عنوان مثلا حالت خلاصه عنوان میکنن که ما نداریم اونو و این خیلی سخته که آدم بخواد اینو در بیاره و یه چیزی جاش بذاره بر همین فکر کنم اینجوری بهتر باشه که اگر به صورت همزمان بریم فکر کنم بتونیم راحتتر و زودتر به این مسیر برسیم بله حالا ما یه فایل بریم انقدر اینجا الان طول کشید که ما اصلا موندیم چی شد ولی به هر حال انجام شد خوب. خودم هم اینجا گذاشتم که سرتون سر نره من هم ببینین بله میگه مشاور ویژه جان دورام یک بمب خبری انداخت که میتونه دقیقا برگرده بخوره تو فرق سر هیلاری کلینتون ما آرزو رو کم اتفاق بیفته ایرادم نگه این فرق سر اینو نیست یا برمیگرده میخوره به هیلاری کلینتون تو من چون فرق سرش دوست دارم زخم اینجوری میگم <applause> بله میگه این پرونده حاکی از این هستش که کمپین ایلاری کلینگتون یه سری از کارکنان فناوری اطلاعات رو استخدام کرده بوده برای اینکه بتونن <تصفيق> <تصفيق> که بتونن نفوذ کنن به, سرورهایی که در برج ترامپ تاور در برج ترامپ وجود داره و بعد از اون به همین کاخ سفیدی که که سفید معروفه to to به این امید که بتونن یک رابطه ایجاد کنن بین دونالد ترامپ و روسیه بس به همون بحث تهمت هستش اون پاپوش که میخواستن درست کنن And this Fox News that probe has with more people cooperating and coming before a grand jury. بعد میگه اون منبع ما اعلام کرده که همین امروز بازور اعلام کرده که دادگاه داره شدت و سرعت بیشتری میگیره و خاطر که افراد بیشتری اعلام و آمادگی کردن تا بیان جلوی هیئت منصفه دادگاه عالی شهادت بدن. Republicans say it is proof they've been right all along and that heads should start rolling. جمهور میگن که این ثابت میکنه که تمام این مدت هر هر تمام این حرفا که میزدن درست بوده و زمانش هستش که نگاه به سمت دیگری به چرخی یعنی اینقدر تهمت به جمهور نزنن پیدا کنن که آقا تمام این آتیش ها از گوره کی میمده بیرون This is what so خیلی اوضاع خرابه، خیلی اتفاق خیلی بدی اونا داشتن از کمپین ریاست جمهوری داشتن جاسوسی میکردن That's as wrong as it gets. But then we found out from this filing از این نمیتونه بشه بعدا ما از این پرونده فهمیدیم که که i̇şte داشتن از رئیس جمهور مستقر هم جاسوسی میکنن یعنی می اونجا تموم نشده ادامه دادن چون امید داشتن بتونن چیزی بچسبونن که بتونن ترامپ رو استیزاخ کنن برای همین در زمانی که رئیس جمهور مستقر شده بوده هم داشتن این کار میکردن چون جرم این تو با هم متفاوته دیگه which is even worse. I would expect there to be, um, frankly, uh, quite a few more, uh, indictments. I اعتقاد دارم که باید منتظر یه سری اعلام جرم که فرخواست های دیگه هم باشیم میگه به خاطر که من اعتقاد دارم که یک توطعه جنایی بوده و بسیار هم uh, is, is broad and, and deep. میگه خیلی هم عمیق و گسترده بوده And after endless coverage of the Russia investigation, the media seems to be silent on this particular development. میگه بعد از پوشش بیپایان پایان اون تحقیقات قبلی که در مورد ترامپ داشتن انجام میدادن و هر روز روسیه 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 تو اخبار بود به نظر میاد که رسانه در مورد این یه دونه خبر خاص تصمیم گرفتن که لال بشن و سکوت اختیار کنن. And the way they covered the اونجوری هم که در گذشته داشتن تحقیقات دورهامو پوشش میدادن به نظر می که الان دارن تازه بدتر میشن دقیق میشن ترامپ میگه که بزرگترین رسوایی زمانی بود که اونا از کمپین من جاسوسی کردن اونا از کمپین من جاسوسی کردن بگیرین افریته چی میگه no, میگه هیچ مدرک واقعی در این مورد وجود نداره no. میگه بله که وجود داره این همه مدارک لسلی این خانمه لسلی اسمش که از کمپین من داشتن جاسوسی میکردن این دلغک میگه که دونالد ترامپ و ویلیام وار وعده داده بودن که یه مدارک خیلی بزرگی از این فسادی که وجود داره رو افشا میکنن و با لبخند میگه ولی چیزی افشا نکردن این خانم نمونه بارز این کسیه که من خودم به شخص دوست دارم با دمپای ابری خیس بذارم تو دهنش بعضی از آدما سعی میکنن تخریب کنن ولی این خیلی بد خیلی بد تخریب میکنه یعنی لحنش بادی لنگویجش میمی که صورتش رو ببینید نفرت داره ازش میپاشه Apparently, <applause> ظاهرا یه پروژه محافظه کار جمهوری خواه طرفداران افراتی ترامپ در حال جریانه <تصفيق> <تصفيق> که دارن سعی میکنن که این رسوایی داستان روسیه و ترامپ و خود این تحقیقات این رسوایی رو تبدیل کنند به یک رسوایی Oh no. که بعدیه که میگه نه 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 ساب کنی ساب کنی بذار تو تحقیقات دورهان بیاد بیرون و بعدش هیچ چیزی بیرون نمیاد و اینو ول کردن سراغ توهم تئوری توتای بعدی. یا میتونم همینجوری جنی بشه نمای رو نگاه کن خدایش هم خیلی بود. یعنی شما اگر تو یوتیوب بزنید فکر کنم مثلا هر کسی که امید داشتش مثل جمهوری اسلامی هست هر کی امید داره که یه جوری بتونه پست و مقام بگیره پاچره میخارونه هر کی هر جا میشست در مورد مسئله صحبت میکرد و شروع میکرد ترامپ رو تخریب کردن میگن تا صبح میتونم به این تدوینا و مونتاژا نگاه کنم what... میگه دیگه بحث باید بیرم دور میز از قاضی میپرسه میگه نظر در مورد این گزارش که فاکس نیوز داده که میگه تعداد افرادی که داره اضافه میشه برای شهادت دادن کمک میکنه که پرونده سرعت بیشتری بگیره نظر در مورد این چیه میگه خب این در شرایط اینجوری قضیه کاملا منطقی به نظر میرسه یا you know, همه کسایی که در حقیقت به, حالت بلغوه متهم هستن خودشون میدونن که چی کار کردن و کی هستن میگه احتمالا هم به این جنبندی رسیدن که قرار تا ته قضیه گندش در بیاد Look, to frame a presidential candidate and the president of the United States. میگه دقت کنید این یه تلاشی بوده برای یک توطعه علیه کاندیدای ریاست جمهوری و همچنین رئیس جمهور ایالات متحده to frame him as being a Russian operative. یعنی اونو یک جوری پاپوش براش درست کنن یه تلهی براش طراحی کنن که اونو به عنوان معمور ببینید خیلی سنگین رئیس جمهور ایالات متحده رو معمور روسیه معرفی کنن یعنی یک عروسک خیمه شبازی پوتین recall, the, the یا یادتون, یادتون بتونه یادتون بیاد ضربه و خسارتی که این وسط خورده خیلی غیر قابل باوره I've never seen anything like this. <laughs> And America was torn for four years. We America were at each other's throats because Hillary Clinton, her campaign, hired people to try to make a connection between a server in the Trump Tower and one at a Russian bank uh, that's connected to Putin. <laughs> چرا به خاطر اینکه هیلاری کلینتون تصمیم گرفته بود یه سری متخصص آیتی استخدام کنه تا بیان یه تله ایجاد کنند یک مدارکی رو جل کنن که بتونن سرورای برجای ترامپ رو نشون بدن که اینا با یک بانکی که مرتبط با پوتین هستش تو روسیه ارتباط داشته I mean, خیلی ظالمون است. و این زنی که همیشه میخنده لبخند رو لبش داره. <applause> میگه آدمی که همیشه تو حرفاش مثلا متن حرفاش یعنی اون بهش متن فهوای کلامش این بوده که آره دونالد ترامپ یه شیطان و من اون نجات دهنده و اون ناجی شما هستن. <applause> the truth is she's been through more میگه در حقیقت اون خیلی بیشتر درگیر فعالیت های جنایی یا شبه جنایی بوده زمانی که 33 هزار تا از ایمیلاشو پاک کرد که that many of که اکثرشون ایمیلای محرمانه بودن بعدن الان گفتم از ایمیل محرمانه نداشتم روی لپتاپ هم یا روی گوشی آیفونم این بر زمانی بودش که اون وزیر امور خارجه بود میگه حالا این همه مشکلات بوده و اینا داره الان میرن میرسن به ته ته مشکلات یعنی میدونه که وقتی این تیم لو بره تمام گندای این چهار ساله که چی ممکن برای چلو چهار سال گذشته هم بیاد بیرون دیگه چون آدما درگیر پرونده میشن و حرف میزنن میگه به خاطر حالا پاپوش درست کردن واسه رئیس جمهور ایالات متحده همه ای آمریکایی‌ها باید بسیار عصبانی و خشمگین باشن. میگه همه متهمانی که بیرون هستن میدونن که دارن میان سراغشون دارن میان بگیرنشون. و این ایزوم هیلری کلینتون هرالد هو از گون تو بی وان اف دی نیویورک میگه خب شامل خود هیلاری کلینتون هم میشه که همین چند وقت پیش روی استیج نیویورک یه جوری داشت حرف میزد که آره دارم فکر میکنم که دوباره بیام کاندید ریاست جمهوری بشم یا نشم میگه نظر میرسته که اتفاقات دوباره برگشت اومد خورد تو صورت خودش میگه سال 2016 توییت زد و نوشتش که نگاه کنیم به نظر میرسه که اینجا ارتباطی بین ترامپ و روسیه وجود داره <سؤال> این چیزی که فقط درست میکردن واسه اینکه بتونن پوشش خبری واسه درست کنن و واسه اینکه بتونن تو اخبار زده ترامپ در موردش حرف بزنن Uh, میگه به نظر میرسه که در شرط فعلی، بهتره که اه, کسی رو در برابر دورام دو تا وکیل یا حتی سه تا وکیل در مقابلشون شما علم نکنند uh, وقتی که سکه داره از دستتون میفته بعد بذارید بیفته یعنی مثلا دیدی دستون چهار پنج تا سکه است. حالا میگه چیپس منظور این چیپ های پوکر و فلان این است. داره میفته دیدین رو هوا میام بگیریم بدتر پخش و پلا میشه اونایی دیگه هم تو مشتتون میفته میگه داره میفته بذارید بیفته من آدمی هم که اهل قانونم میگه اعتقاد دارم به قانون اساسی و قانونی که بر طبق اون داره انجام میشه I'd be careful to, to before we go so far as to link her to this. And I've heard some people inflate the rhetoric and equate you know, between uh, Watergate and here. But Remember, President Nixon approved and uh, actively engaged in the cover up. If that is proven, uh, Judge, or for anybody around the table, anybody watching, uh, <applause> میگه <میدون> اگر که اینا ثابت بشه اینا که الان در حالت اتهام وجود داره و همه چیز بخواد رو بشه خانم کلینتون خیلی مطالب زیادی داره که باید در موردش توضیح بده میگه <میدون> فکر کنم همین چیزی هم که تو الان روی میز داریم بسیار بسیار ناراحت کننده است میگه که تو منظورت اینه که پشت این اوباما قرار داره درسته؟ saying <تصفح> that <تصفح> دو تا وکیلی که دورام بر علیهشون اومده شکایت داده اینا رفتن بیرون به یکی پول دادن که بیاد مدارکی جاستازی بکنه تا بتونن ترامپ به نوعی متهم بکنن یا محکوم کنن. این باید هر آمریکایی رو باید عصبانی و ناراحت بکنه تمام کسایی که به قانون اعتقاد دارن و معتقدن که سیاست بعد روی مبانی خودش شلو بره اگه این درسته خب بذارید اون سکی ها همونجا که دارن میفتن بیفتن one of the reasons they figured this out Greg, is because میگه یکی از دلایلی که میتونه نشون بده این اتفاق افتاده صورت حسابای این وکیلا بر اون دورانی که داشتن کار میکردن records you نه. میگه اگه برین عقب میبینید که صورت حسابای خیلی زیادی اینا برای کمپین هیلاری کلینتون نوشتن Amazing. This is worse. The January 6th, 9-11, Watergate, Hindenburg combined. That's... که <تصفح> این از مجموع واترگیت و جنوری سیکس و نمیدونم یازده سپتام رو از مجموع اونا همش با هم این خیلی خفن خیلی بدتره میگه فکر کنید که اگر جای هیلاری کلینتون ترامپ بودش این رسانه ها چه ب... میکردن چه بلایی سرش می الان به که روی این داستان تمرکز کنن رفتن روی جو روگان تمرکز کردن claiming that his use of the n word was another january 6 و دارن میگن که اون از اون کلمه اندار که یه اصطلاحیه که سیاپوستا همدیگر رو به اون خطاب میکنن از اون استفاده کرده این حرکت بدتر از اتفاق شش جانوی است This is یکی دیگه از اون شگردای رسانه‌ایه Legacy میگه وقتی که رو مولر اووردش رو شروع کرد 24 ساعت هر روز هفته انقدر در مورد شروع کرد صحبت کردن صحبت کردن که قضیه لپتاپ بایدن هانتر بایدن یو اصلا کلا پیچید کلا پشت رو شد میگه همه اصلا مونده بودن چی شد لپتاپ بایدن کجا رفت داستانش چی شد uh, میگه دقیقا بایدن برنده میشه انتخابات و هیچ کسی دیگه سراغ لپتاپ هانتر بایدن رو نمیگیره و تمام مدارکی که ترامپ داشته همه رو میندازن تو توالت و فلش رو میکشن یعنی اون آره دیگه چی میگه سیفون رو میکشن روش بره. And now you got this collusion, you got real authentic Russian collusion. This is all about Hillary. <applause> میگه حالا بعد داستان میزنه بالا حالا مدارک و شواهد واقعی وجود داره که داستانی که در مورد روسیه بوده صاف میخوره پس گردن هیلاری کلینتون. And <applause> this spigot goes off. This is something that you know we see this every day. Uh, you saw it. Look, they it, it also میگن چیزی که ما هر روز میبینیم یعنی منظورش از هر روز این اخبار مینستریم مدیایی که خود فاکس هم بخشیش جزو همین مینستریم مدیاس یعنی چهار تا برنامه خوب داره ولی خیلی از برنامه‌هاش هستن که مخالف ترامپ هم هستن they blame you for the that they do. میگه اونا برای کاری که خودشون میکنن میان تو رو متهم کنن یعنی اونا میرن در اشاره میکنم اینکه میان میرن توی مثلا سرور کاخ سفید رو میخوان هک بکنن سرور به شم تا رو هک بکنن دوش مدرک جعلی بذارن بعد به خاطر اینکه دارن این کارو میکنن میگن شما رو متهم میکنن به این قضیه. So like, you know, میگن تمام کاراشون همین میگن شما دارید بچه ها رو به خطر میندازید به خاطر اینکه نمیگید بهشون ماسک بذارن رو صورتشون. میگن به شما میگن شما نجات پرستی چرا چون مسمومیت سفید پوستی همه جا رو گرفته حساب کن چقدر احمقانه است میگه اینجا اومدن یک داستان دروغی درست کردن در حقیقت خودشون پشت این داستان دروغیه بودن تا یک داستان دروغی دیگه درست بکنن میگه واسه اینکه بتونن پوشش خبری رو هدایت کنن به اون سمت که میخوان میگه بله و همه مردم هم که متاسفانه دور از اون شما اینجا خوشبختانه تو کشور ما الان مردم بیشتر اخبار مستقل رو گوش میدن ولی تو آمریکا خیلی از مردم مثل گستان دنبال رسانه‌ای که از صبح تا شب بلند میشن این متادا بلند میشن هنوز صبح نخورده تلویزیون به قول جیمز آرتور ری میگفتش که اینه این این معتادا که بلند میشن دنبال سرنگ میگردن طرف کنترل میگیره دستش اینجوریه که بزنه تلویزیون روشن کنه چون اعتیاد داره و همون افکارشو دارن شکل میدن برای این برونور بر. interestingly that Mark Elias is this میگه یه نکته ای هم که جالبه اینه که مارک الایاس الان تو این قضیه است یک وکیل دموکرات که حالا حالا این ما نمیشناسیمش ولی من یک کوچولو میشناسم چون تو خبرهای مختلف بوده همیشه گندکاری های کیلاری جمع کرد اصلا به این نوعی این افراد با اینکه وکیلا به کلینر معروفن یعنی طرف یه خلافی میکنه یه جایی سوتی میده یه عکسی ازش میاد یه اتفاقی میفته وکیل های قدرتمندی هستن که علاوه بر دانش وکالتشون با پول میرن بالا سر داستان میخرن جابجا میکنن فلان میکنن صحنه جرم عوض میکنن پلیس رو میشناسن اون رو میشناسن مارک الایس هم جز همون معروفه perhaps um, you know Democrats are even mad at him because of screwing up the Arizona case. So. When you hear cooperation, it's. میگه خود مارک الایاس هم میدونی که دموکرات هم ازش الان راضی نیستن به خاطر که کیس آریزونا رو باخت وقتی اومد رو کیس آریزونا دموکرات هم گفتند که تموم شد دیگه مارک الایاس رفته اونجا اینه اصلا چه میدونم انگار که رونالدو رو برداشتن یا مسی رو بردن تو تیمشون در صورتی که تو آریزونا قوانین مشخص بود یارو اصلا با یه شیکم سیری و با این نگاه بالا به پایین اومد بعدم دومش گذاشت رو برگشت هیچ کاری نتونست اونجا انجام بده میگه خود دموکرات هم خیلی باش الان اوکی نیستن میگه آیا فکر میکنید باز بشه که حتی مارکل حرف بزنه چون خیلی از آدم‌ها هستن که دوست ندارن برن زندان So they میگیشون دوست ندارم برن زندان ممکنه شروع کنم به حرف زدن. I think Hillary should be banished from polite society. <tik> میکنم که هیلاری باید کلا از فعالیت سیاسی از جوامع سیاسی بل... کنار گذاشته بشه. I'm not OJ you know, no <tik> با اوجی مقایسهش کنم قاتل سریالی میگه چون اون تکنیکلی به صورت حالا واقعی شاید کسی رو به قتل نرسونده باشه میگه ولی جالبه که همون جوری که با اوجی برخورد شد الان داره همون جوری با کیلر کلینتان برخورد میشه هیچ جایی همچین قدمش با استقبال مواجه نمیشه رایه right میگه اون در حال حاضر یک جنایتکار سیاسی تایید شده است یا چی بگم ثابت شده بزا بگم بهتره ثابت شده است <applause> میگه میلیون که هم خیلی وقت لالمونی گرفته اسمش در اومده بود تو جزیره اپستاین بوده این اون جزیره که میدونید که حتماً میدونید که حضورش اونجا نشون میده که اونجا داشته پولشویی انجام میداده این اتفاقی که واقعا اتفاق افتاده اون... to hack into میگه اونا هیلاری پول داده بوده به مردم تا کامپیوترهای ترامپ رو هک کنند و اونو به خاطر اینکه یک تاجر روسی هستش متهم کنند like دقیقا مثل ای اونه که یکی پول بدی ساعت دو صبح بلند شده بره درابش بشکونه یا صورت غیرقانونی بره تو برج ترامپ plan a bunch of guns and drugs and Russian عالم اصله و مواد مخدر و نمیدونم مدارک روسیه رو بذاره. And, and hey. بعد زنگ بزنه به FBI بگه, hey. Guys, I got a tip. Why don't you go raid من یه خبر براتون دارم. چرا نمیرید حمله کنید به برج ترامپ؟ That's the same thing. دقیقا مثل همان میمونه فرق نداره الانم که میدونیم این قضیه شروعش برمیکرد به سال ۲01۴اینجا واقعا من حالم بد شد وقتی شنیدم سیآی میدونسته که این اتفاق داره میفته و زمانی که هیلاری داشتن این کار میکرده میان بریف میکنند اوباما رو یعنی میان بهش کامل توضیح میدن که هیلاری داره این کار انجام میده و داره این مسیر رو اینجوری میره They the that this was a frame job. حتی به FBI گفته بودن که داریم پاپوش درست میکنیم یعنی FBI هم در جریان گذاشته بودم این ترامپ بند خدا چقدر بدن خدا تنها بود از روز اول یه دونه لشکر بوده این طرف هم خود یه تنها So Mueller was میگه <متصفح> مولر فقط کارش بوده که بیاد و داستان راستوریس راست کنه یعنی بیاد اون استیزا رو بذاره اونجا فکر میکرد خب استیزا می رو ترامپ استیزا میشه قضیه تمام میشه میره. So it's not I think you know Greg was being facetious I think but when you look at January 6 من فکر میکنم که گرگ داشت یه جورایی چهره پردازی میکرده اما وقتی به شیش ژانویه فکر میکنیم میگه به شیش ژانویه نگاه میکنیم بعد به این اتفاق نگاه میکنیم کدومش بیشتر تونسته به مردم آسیب بزنه کدومش بیشتر آسیب, آسیب بیشتری رسونده میگه فکر کنید چند نفر جونشون رو از دست دادن فکر کنید که کشور ما چقدر باعث شدش که بین کشور ما تفرقه بیفته چقدر باید شد که مردم دموکراسی ما رو زیر سوال ببرن چقدر باید شد که مردم انتخابات ما رو زیر سوال ببرن نهادهای ما رو زیر سوال ببرن میگه چقدر باید شد که قانون اساسی ما زیر سوال بره برای من که پایش چند تا از عیدای شکش گذاریم از دست بدم for میگه و فکر میکنم که لازمه تا ته این داستان بریم درسته که اگر یه اگر بزرگ وجود داره که اگر داستان واقعا همینطور باشه. Yes, you know who else Worked, you know worked on the Watergate committee? میگه میدونید چه کسی دیگه روی کمیته رسوایی واترگیت کار میکرد یادتون هست؟

در موردش تحقیق بشه یعنی بازجویی بشه حقیقت در موردش نه فقط ریپابلیکن و جمهوری خواه بلکه دموکرات هم همینطور بله اینم شانهنیتی سمی کنم از شانهنیتی هم بعدم براتون بیاریم که شانالیتی هم برنامهش قشنگه ولی من به خود شخص خیلی کاری ندارم بعدتر که بیرون احساس کنم داغه و میتونه باعث به شما هم آگاهیتون بره بالا هم در جریان اتفاقات زودتر قرار بگیرید و همین که دید سیاسی ما مردم متاسفانه مدت هاست م... خیلی محدود شده تنگ شده و خیلی بازتر نگاه کنیم بیشتر بفهمیم نه که آمریکا بیشتر میفهمن و ما مردم خیلی بیشتر از اونا میفهمن ولی کله هم فکر میکنم دیدگاه بازی به ما بده به در فردای ایران بخوره اما این یه ویژه برنامه بودش در مورد این اتفاق بیشتر از این اگر میخواستم ویدیو رو کش بدم اخبار ایرانم بذارم اصلا فکر میکنم از داغی این قضیه میافتاد خودم انرژی میافتاد گفتم رو جدا بگیرم امروز با این اخبار رو سر بکنیم اتفاقات خیلی خیلی مهمیه سعی میکنم که ادامه داستان رو هم براتون داشته باشم اینجا که گفتن سرعت زیاد میره بالا فکر کنم تا هفته دیگه دوباره سه اطلاعات جدیدم بیاد اما قبل از اینکه خدافظی کنم لط کنید اگه تا حالا در کانال سابسکرایب نکردی سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو راضی بودید لطفا کنید لایک بزنید با دوستاتون در فضای مجازی به اشتراک بگذارید که خیلی منتظر این خبرها هستن خیلی ناامید شدم فکر کنم همه چیز تموم شد بگیم با بابا تازه رسید به جای حساس داستان تازه اکشن شروع شد انقدر زود ناامید نشید شب روزگار خوش لباتون خندون باشه خدا نگهدار